خب اعتراضات در دانشگاه های مختلف ایران. برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، سرکوب شدید و خونین دانشگاه شریف در شامگاه یک شنبه و در پی اون ادامه اعتراضات در دیگر دانشگاه های ایران و البته باز هم برخورد شدید دستگاه سرکوب، آیا حاکمیت به دنبال نوعی زهر چشم گرفتن در دانشگاه ها در قبال اعتراضات در خیابان هاست؟ خب بهره زد بگیرید که هدف اصلی حاکمیت متوقف کردن اعتراضات هست. اولویتش به نظر من اول اعتراضات خیابانی هست، حالا پیش از اون هم مراکز حساس، یعنی مراکز نظامی، تأسیسات به حال مهم و کلیدی کشور، اینها خب اولویت اول، بعد معترضان خیابانی، در نهایت دانشگاه است. منتهای مراتب این بار اعتراضات دانشجویی یک ویژگی متفاوتی حداقل در بعد از انقلاب فرهنگی داره. حتی پیش از انقلاب فرهنگی هم این حجم از شعارهای رادیکال هم به لحاظ عمقشون هم در صد، یعنی تعداد و شمار دانشجویانی که این شعارهای رادیکال رو میدن، این بی سابقه است. یعنی در بعد از انقلاب فرهنگی قدم بی سابقه است. پیش از اون هم واقعا در دانشگاه ها شعارهایی به این شدت تون علیه آیت الله خمینی داده نمیشد. بنابراین این حاکمیت رو وحشت انداخته، به خصوص شعارهایی که در تجمع آخر دانشگاه شریف در بخش از دانشجویان سر داده بودن، این خیلی سنگین می اومده بود و باعث شد که اونها برن و اون زهر چشم رو بگیرن. یعنی یک بچنان برخورد سنگینی رو این نیروهای امنیتی کردن، برخورد فاجعه‌بار، برخورد مهار تو هم با قصاوت، که حتی بسیج دانشجوی دانشگاه شریف علیه اونها بیانیه داده و وزیر علوم رو مورد انتقاد و نکوهش قرار داده. فقط بحث انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و دانشجویان منتقد نیست. بنابراین ما این وضعیت رو میبینیم و اونها اینقدر از این حرکت دانشجویان دانشگاه شریف هم خشمگین بودن و هم هراسان شده بودن که خب امروز دانشگاه شریف رو عملا بستن با مجازی کردن کلاس و فقط دانشجویان دکترا رو راه میدادن. البته باز در روز سوم تحسن دانشگاه اعتصاب کلاس ها خیلی حرکت جنبش دانشجویی محکم بود، مثل دو روز گذشته. احتمال داره که اون الگو رو بخوان در جاهای دیگه هم تکرار بکنند. باز ما امروز شاهد برجسته شدن و حال اعتراضات دانش آموزی هم بودیم که اون هم به نوبه خودش میتونه کمک بکنه و گستره. این هم با همدیگه رابطه متقابل داره. آقای افشاری، اشاره کردیم به سرکوب و برخورد سنگین و خونین دانشگاه شریف. 65 استاد این دانشگاه هم بیانیه‌ای منتشر کردن و گفتن که تا ابد نمیشه با زور بر اکثریت مردم حکومت کرد. برآیند واکنش‌ها چگونه بود نسبت به اونچه که در قبال دانشگاه شریف و دیگر دانشگاه‌ها در این دو روز به وقوع پیوست؟ به نظر من واکنش‌ها خوب بود، البته هنوز کافی نیست. یعنی بیش از انتظار اساتید انتظار میره که به هر حال واکنششون بدن، واکنش هماهنگ نشون بدن. اونها هم مثل دانشجویان کلاس ها رو به اصطلاح یعنی تعطیل بکنن، اعتصاب بکنن، امتناع بکنن شرکت در کلاس ها. جا داره حال اشاره بکنیم که در روز دوشنبه در ایران تندترین برخورد با دانشگاه تبریز شد و به هر حال باز دوره تقریبا مشابه حوادث در کوی دانشگاه سال 78 رخ داد که بعد از تهران تبریز آماج تندترین برخورد های امنیتی شد. امروز هم ما در دانشگاه تبریز، امروز که از ایران گذشت، روز که گذشت شاهد این هم بودیم. اما به نظر من یه اتفاق خیلی مهمی هم افتاد در تهران در دو روز گذشته، اون یک شنبه شب، این شمار بالای مردمی که رفتن به طرف دانشگاه شریف که به کمک دانشجویان برن محاصره نیروهای امنیتی رو بشکنن. به نظر من این الگو اگه در روزهای آینده هم تکرار بشه، یعنی همراهی مردم علاوه بر نخبگان، حالا نخبگان اساتید دانشگاه هستن، هنرمندان هستن، نویسندگان، روشنفکران، چهره‌های فرهنگی، گروه‌های صنفی، اونها به جای خودشون، این هم میتونه به هر حال جلوی سرکوب دانشگاه رو بگیره. این خیلی مهم است. اگر تجمعات دانشجویی همین گونه ادامه پیدا بکنه، امکان به هر حال حفظ و گسترش اعتراضات خیابانی و فراروییدن اونها به یک جنبش اجتماعی توانمند رو افزایش میده. اما اگر دانشگاه ها به سمت کاهش سطح فعالیت انتقادی بره، این روند میتونه برعکس بشه. و آقای افشاری، آغاز اعتصابات اعتراضی در ده ها دانشگاه ایران پس از وقایع دو روز اخیر، جنبش دانشجویی که در سالهای اخیر به شدت سرکوب شده بود به نوعی دوباره سرپا شده. دانشجویان به چه سمتی خواهند برد این حرکت اعتراضی اخیر رو و آیا بازداشت ها و تهدیدها میتونن که بر روند حرکت دانشجویان تأثیری بذارن؟
به حال ما شاهد دوباره یک دوره احیای جنبش دانشجویی هستیم، به دوران اوج خودش نزدیک شده، باز در موقعیت دورانسازی قرار گرفته، یعنی دیگه حوزه اثرگذاریش محدود به دانشگاه ها نیست، اونه در عرصه عمومی سیاسی در سطح بالا داره نقش آفرینی میکنه. یک بخش مهمی از جنبش اعتراضی سراسری شهریور 1401 هست که داره در هفته سوم خودش رو سر میبره و چه بسا ما در آستانه یک تبدیل به انقلاب شدن هم قرار داره. به نظر من به هر حال تا به امروز این بازداشت های گسترده، احضارها، تهدیدها، ارعابها، برخورد خشن نیروهای امنیتی، درگیری و برخورد های ایذایی که نیروهای بسیج دانشجویی عمدتا نه همه در داخل دانشگاه انجام میدن، و حال نشون داده که این حرکت محکمتر، ریشه دارتر از اونه که با این برخوردها متوقف بشه. قائم به شخص نیست، قائم وابسته به شمار خاصی از فعالان دانشجویی نیست که اونها رو بگیرن، حرکت هم متوقف بشه. به نظر من حال اولویت اول الان دانشجویان آزادی دانشجویان بازداشت شده هست، دفاع از کیان و موجودیت خودشون هست و در ادامه هم که همونجوری که شعارهاشون نشون میده خواهان به حال آزادی های سیاسی اجتماعی هستن، خواهان استقلال دانشگاه هستن، خواهان پایان استبداد و دیکتاتوری هستن و خودشون رو بخشی از این حرکت بزرگتر اجتماعی برای گذار جمهوری اسلامی به دموکراسی. بله، بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن.